درود دوباره در خدمت شما تاجداران عزیزان، وقتی زنگ میزنید من لایو هم قطع میشه. خواهش میکنم این مراتب رو رعایت کنید عزیزان، دوستانی که منو میشناسید و تلفن منو دارید، خواهش میکنم به این مطلب با جان و دل گوش بدید، استدعا میکنم. اما برمیگردیم به اصل قضیه و لایو رو از اول باز شروع کنیم. ببینید نازنینان، یک اتفاقات ویژه‌ای در حال رخ دادنه. آمدن ترامپ با قاطعیت و برگشت مردم امریکا ایالات متحده به سمت ملیگرایی و به سمت اینکه کسی باید در ارکان جمهوریت آنها قرار بگیره که توانایی، قدرت، صحبت و عملکرد خودش رو نشون بده با قاطعیت برابر جهان. این کشور ایالات متحده از سالهای سال، از دیرباز، و شما عزیزم آقای تا درخواست بزن، از سالهای سال و از دیرباز کشوری بوده که شما عزیزان میدونید در دوره‌های مختلف چون پولش دلاره و روی صدر جدول پولهای جهان هستش، و از همه مهمتر عزیزان من خوب توجه کنید، از همه مهمتر این کشور ابرقدرت نظامی و ابرقدرت پولی جهان محسوب میشه و تأثیرات فراوانی میتونه در جهان داشته باشه. ریاست جمهوری که روی اون قرار میگیره، چه از دموکرات چه از فرد جمهوری خواهان، همیشه باید یک شخصیتی باشه، یک مانیفستی باشه که مردمش رو اول در رفاه کلیت قرار بده، بعد بپردازه به کشورهای دیگه و مردم. کسانی که با این جمهوری اسلامی و این گلوبالیست جهانی و این چپهای جهانی دست بیعت دارن، لرزه به اونها افتاده و حراس دارن و میدونن که وضعیت اسفناکیست. و از همین الان شما میبینید دستبوزی ها شروع شده، پیام های خوش آمدگویی شروع شده، و آقای ترامپ رو با آیه و آیات فلانی میبرن و میارن و همه هم سر تعظیم فرود آوردن. جالبه بهتون بگم که این فرایند، آقای تا درخواست بزن، درخواست تو زدی؟ زدم وصل نشد، یا یه خط بنویسید که شما رو بیارم بالا. این شرایط اینقدر بحرانی شده برای جمهوری اسلامی که 60 یا 50 روز دیگه آقای ترامپ باید بیاد سر موضع کاریش، و اینها از الان چنان ترس برشون داشته که در جریان عملیات نمیدونم صادق یک، صادق دو، به باقر رو نمیدونم این چیزا رسیدن به صبر ایوب. صبر ایوبی که شما میدونید حالا یک شروع شده به برواند که دو سهش نمیشود. اینا میخوان با اینها تعامل کنن. آیا تعامل اینها نتیجه ای خواهد داشت؟ به نظر من خیر، چون جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی خاصه، خاص و منحصر به فرده، از این جهت که دیکتاتوری در رأس اون قرار داره، با مسائل بسیار حساس دینی مردم رو به دور خودش میخواد جمع بکنه. اما این مردم طی 45 سال از اون گسسته شدن، فاصله گرفتن و نفرت افکنی خودشون رو نسبت به این جامعه ملائیز نشون دادن. و جالبتر اینه که وقتی جمهوری اسلامی در همه ابعاد بازنده است، رسیده به نقطه‌ای که گفتم برق کشور دیگه الان افتاده توی سهمیه بندی. یعنی یه زمانی اوایل شورش 57 که خمینی اومد، همه چیز سهمیه بندی بود، موارد و اقلام قضایی، ولی بالاخره پیدا میشد، بالاخره با کوپن و اینا میرفتن از این کشور اون کشور میخریدن، تامین میکردن. اون مراتب کشورهایی که تا به امروز به جمهوری اسلامی نان میدادن، آب میدادن، موقعیت میدادن، همه پشم شده. و امروز این شرایط رو امکان تنگ کردن و وعده دادن به مردم و طرفداران حکومت که ما میخواییم وعده 3، وعده 4 و و و رو تا حسب اسرائیل انجام بدیم. میبینید که این شرایط انقدر سخت شده برای جمهوری اسلامی که نخیر عزیزان، با وعده صادق 1، 2، 3 هیچ چیزی رخ نمیده. و فقط بهتون با قاطعیت بگم که جمهوری اسلامی از این به بعد باید یا مرگ رو بخره یا تب با مرگ رو بخره. یعنی دو راه بیشتر نداره، هر کاری بکنه مرگ آخرشه، یا مرگ خالص یا تب با مرگ. یعنی جمهوری اسلامی پایانش حتمی است عزیزان من. امروز جامعه ایرانی، من با قاطعیت بهتون میگم که این شبکه جمهوری اسلامی جایی رسیده که منافع پولیش، منافع درآمدیش
حتی از همین الان که صدای آمدن آقای ترامپ به اون جمهوری برحال ایالات متحده و ریاست جمهوریش چنان تنگنا قرار داده جمهوری اسلامی رو که در حال واحد شما موضوعی بدتر از بد میشنوید، موضوعی که باش امروز شما مواجه خواهید شد. درود کوروش عزیز، شما مواجه خواهید شد. چه مواجهتی از این جهت که درود عزیزم امیر جان، چه مواجهتی از این جهت که عزیزان اگر توجه داشته باشید، جمهوری اسلامی ملایان قطع ناامیدیش حتمی شده، میدونه که ترامپ آمدنش منجر به حذف او خواهد شد، نیروهای نیابتیش تمام شده است. آمدن این تیم جدید آقای ترامپ و بودن آقای نتانیاهو و سازمان مللی با آمدن یک سری افراد جدید و افشاگری ها نسبت به ترور آقای ترامپ و دست داشتن جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در این مسائل، یک مأمن امنی رو برای نتانیاهو آماده کرده. نتانیاهویی که تا دندان منتقمه که بتواند خامنه ای رو مورد ضرب و شتم واقعی قرار بده، یعنی در کف رینگ کارش رو تموم کنه، نه گوشه رینگ، کف رینگ، مثل محمد علی کلی وسط رینگ کارش رو تموم کنه. یادتون باشه عزیزان من، این جمهوری اسلامی فلج شده است. ما جمهوری اسلامی رو میبینیم که انقدر ضعیف شده که سپاهش و نیروهای نیابتیش که نیستن دیگه، باید بره به سمت حوثی ها، باید بره به سمت عراق و اون داستان نیروهای نیابتی در عراق که اونها رو تجویز بکنه. با چه پولی؟ با پولی که مردم دیگه ندارن، مردمی که مالیات امانشون رو بریده، مردمی که به نقطه پوچی رسیدن، هیچی وجود نداره در مملکت که به مردم انگیزه ای داده باشه از طرف جمهوری اسلامی. هرچه مردم انگیزه دارن، امید دارن، باور دارن، از بیرون کشوره، یعنی آمدن پادشاهی که در قربته و حرفهای نکونام و اهداف و تفکرات زیبای پادشاهی که آمدنش ایران رو یک دفعه گلستان خواهد کرد، نه اینکه فقط پادشاه آمدنش، تیم و افکار و سیستمی که برقرار خواهد شد. حالا جالبتر اینجاست که امریکایی ها اگر میان در فضای واقعیت، آقای ترامپ قاطعانه میگه که من فقط کار ندارم به جمهوری اسلامی، فقط میخوام که به بمب اتم دست پیدا نکنه، معنیش این نیست که او رو نزنه، چون آقای نتانیاهو در این چند روز سه بار با او چیز تلفنی صحبت کرده. این سه بار معنای خاص داره و مراتب این که در ترور آقای ترامپ، ترور اعضا و اجزای کابینه آقای نتانیاهو و خود نتانیاهو و عملیات های دیگر، این مراتب حساس رو حساس تر کرد. و تا جایی که ما مطمئن هستیم، آقای نتانیاهو کاری که کرد، توپ رو انداخت تو میدان این دفعه جمهوری اسلامی و شروع کرده از سوریه، از عراق، از لبنان، از فلسطین، حذف فیزیکی و حذف جامعه احزاب نیابتی جمهوری اسلامی. این بدین معنی است که بچه ها، خطر هر لحظه بیشتر میشه. تا صدای جمهوری اسلامی در بیاد و دست به اون پاتک یا عملیات یا از اون قالب ایوب بیاد بیرون، بره به سمت صادقی دیگر، به محض اینکه این خطای تاکتیکی رو انجام بده، ایالات متحده و آقای ترامپ رو خواهید دید، چون متحد ویژه ایالات متحده اسرائیل در منطقه، نمیتونید اینا رو جدا از هم بکنید. مثل اینه که من و آقای امیر یا دیگر عزیزان پادشاهی خواهیم، نمیشه آقا با هم بد باشیم، ما همدیگر رو دوست داریم، ما با هم کار میکنیم، پس با هم به این نتایج در بحث های مختلف و مراتب دیگه خواهیم رسید. ابتدا آقای اتحاد عزیز و آقا امیر نازنین درود عرض میکنم، یکی یکی بفرمایید. آقای اتحاد بفرمایید، امیر جان بفرمایید، من در خدمتم. جاوید شاه من البته اتحاد نمی‌کنم. بر شما بفرمایید جناب رضا، جناب امیر بفرمایید، صحبت کنید، صحبت کنید. من اولا شما رو ندارم جسارتاً، ولی درود به شما، به حساب احترام سنم که باشه شما باز زود تر بفرمایید. بفرمایید، سپاسگزارم. من صحبت یه صحبت رو که کردم به هر حال لایو قطع شد، و اما
الان صحبتی که دارم ادامه میدم، من امیدوارم که همه دوستانی که در لایف هستن و الان کم هستیم، اما خواهش میکنم که حرفای ما رو که روی لایف کمتر ما میذاریم و پست هر روز ما میذاریم، روی این پست ها میتونید شما کار کنید. با این پست ها که ما میذاریم شما میتونید چیز نگاه کنید با سند، دروغ نیست، همش واقعیت داره. دو تا پیج دارم، همین امروز هم شما برید نگاه کنید که واقعا چه اتفاقایی افتاده در چند روز اخیر یا در این دوران بایدن، که خود وطن ایرانی هستن ولی وطن فروش، میرن با دموکرات ها صحبت میکنن اما چی نمیان شفاف و روشن باشن. خب اینا چرا دارن این کاری میکنن؟ همین اتفاقایی که در سال 57 افتاد، همین وطن فروش ها دارن این کار انجام میدن. دوستان عزیزان خواهش میکنم که پستار با دقت نگاه کنیم و برای دوستان بفرستیم. این از این. ببینید جناب سراب، در رابطه با ترامپ که اومده، من مطمئن هستم که ترامپ واقعا میاد، این جنگی در اوکراین و روسیه هست، همونطور که گفتم پلای بابر جزیره کریمیه رو میده به روسیه و این جنگ به پایان میرسه. این از این. در رابطه با ترامپ که چندین بار ترور شد، ندونست از کجا خورد و نمیدونست، ولی دموکرات ها میدونستن این ترور از کجا ریشه داره و از امروز یک دو روزه اخبار رو من شنیدم ریشه از طرف خود خامنه ای بوده و ترامپ امروز فهمیده. پس اینها با همدیگه چی روی یک رو میز نمیشنن صحبت کنن. مطمئن باشین که ترامپ جمهوری اسلامی چی ذره ذره آب میکنه، به پایان میرسونه و به زباله‌دان تاریخ میرسونه. اینجا مهم مردم هستن. ببین ترامپ گفته آقا ما نمیتونیم بیان که واسه شما انقلاب کنیم، اما حمایت میکنن، حمایت میکنن مردم ایران رو که مردم خودشون بیان چی تصمیم میگیرن. اینجا باید مردم همت کنن، پا رو زانو بزنن، بیان کف خیابون. خب شما این چند روز اخیر که نگاه میکنید، چند جوان ایرانی خودکشی کرده. این جوان ایرانی به خاطر چی خودکشی کرده؟ به خاطر فقر، بدبختی، بیکاری، نمودن برق، هر چیزی که بگی نگاه کنی، یا کشوری که داره داغون میشه، داره نابود میشه. پس این جوان ها به هر حال دارن آگاهی دارن، چرا دارن خودکشی میکنن؟ این مردم باید خودشون به هر حال تصمیم بگیرن بیان کف خیابان. همونطور که گفتم، وقتی یک جوانی که امروز نمیتونه یک متر زمین بخره خونه بسازه، در آینده ای نداره. بس اون جوان میدونه، میگه آقا من امروز کار میکنم 100 سال 150 سال دیگه خونه میخرم. خب این جوان میگه من امروز روزی که 10 میلیون ماهی 10 میلیون میگیرم، چقدر باید من سعی کنم که این پولا رو جمع کنم، نخورم، نمیرم، میخوام 150 سال دیگه خونه بخرم. اون موقع دیگه مرده دیگه. پس این مردم امروز آگاه هستن، این مردم بیدار هستن، این مردم به هر حال به دیر و زود به هر حال میان کف خیامون. این چکی حکومتی که واقعا کار نیست، این ثروتی که ما داریم، این منافع ملی که ما داریم، نفت و گاز و و و این همه ثروت داریم، اما مردم ما در فقر به سر میبرن، سفری بکنن زندگیشون. پس مطمئن باشی اینجا باید مردم بیان کف خیابان و این جمهوری اسلامی به زیر بکشن. ما سال 57 فریب خوردیم، فریب این دموکرات ها رو خوردیم، فریب این بیگانگان رو خوردیم، فریب آمریکا و انگلیس و اروپایی ها رو خوردیم و تا امروز هم منافع ملی ما، کشور ما، نفت و گاز به غارت برده شده، به لبنان و فلسطین و همه بردن. امروز مردم باید به حرف بیان کف خیابون این جمهوری اسلامی به زیر بکشن. دوستان اینها دارن یه بدتر انتخاب میکنن به نام آقای مشتبه و خامنی و با آقای باقری اسمشن یادم نمون دفعه، حالا میگم اسم اینا دارن، اینا میخوان بیارن میر طاهری. بس دوستان اینا دارن یه کاری میکنن که یه نفر رهبر انتخاب کنن. ما باید اینجا هوشیار باشیم، بیدار باشیم و نذاریم دوباره چی این یک رهبر برای ما انتخاب کنن. مردم باید خودشون انتخاب کنن، مردم باید این دفعه تصمیم بگیرن. ما باید از جمهوری اسلامی گذر کنیم و این کشور آزاد بشه. من صحبت رو باز کوتاه میکنم جناب امین. خیلی لطف کردی جناب اتحاد عزیز. امیر جان در خدمت شما هستیم و بفرمایید. میخوام باز کنیم چون سوال بشه مراوده ای صحبت بکنیم. آریوی عزیزم اگر هستی بزن بیارم ات بالا، من میخوام امشب تستی هم بکنم روی این پیج که به مسئله حل مسئله اینترنت بپردازیم. بفرمایید امیر جان، من در خدمتم. خوشحالم عزیزان، بچه‌ها درود. اما سراب اتحاد عزیز،
من یه چیزی در ابتدا بگم، حرفی که اتحاد عزیز زد در مورد اینی که دنیا میخواد چه کار بکنه، چه حرکتی میکنه، تهران میخواد چه حرکتی بکنه، و اینی که ما ایرانی یا گول خوردیم. من این قسمت آخر صحبت‌های جناب اتحاد، نه اینکه اشتباه بگیم، نه درست داره میگه، ما مردم گول نخوردیم، ما مردم درست تو جایگاه خودمون قرار نگرفتیم، درست عمل نکردیم، اونا داشتن کار خودشون انجام میدادن. این در ابتدا یه صحبتی هستش که رژیم‌های دیکتاتوری که به قول معروف اونایی که بردن همونا نمیخوان برگردونن، اینو توی موضوع شک نکنید، ولی یه ولی داره که امروز ما باید کشورها رو بذاریم کنار هم دیگه. آیا ما عراقیم؟ آیا ما افغانستانیم؟ آیا ما لبنانیم؟ آیا ما فلسطین هستیم؟ آیا ما همین کشور بغله خودمون که تیکه جدا شده خودمون افغانستان هستیم که اوکی یه سری آزادی‌ها رو بگیریم، مثلا یه سری اتفاقات دیگه بیفته، مثلا پادشاهی بره کنار، دوجوگه بیاد؟ دنیا دارن نگاه دارن میکنن، میبینن که دارن شعاری که کف مردم کف خیابون دارن میدن، دارن اعلام به استمرار انقلاب خودشون، استمرار به نبود به جمهوری اسلامی هستش، و استمرار به این که ما این حکومت رو نمیخوام، در اصطلاح طلاق گرفتن مردم از حکومت. پس این مردم تکلیف خودشون رو مشخص کردن، اون کسایی که اون بالا هم نشستن دارن نگاه میکنن. چرا؟ چون حکومت های دیکتاتوری که میاد در رأس و دست نشانده خودشون هستن، توی یه بزنگ های قرار میگیرن که یابو برشون میداره، همشون هم یکی هستن، صدام حسین کافر یکیشون، بحث طالبانی که امروز داری نگاه میکنیم، بحث همین مشتبه چیز اصخایی میکنم علی خامنه‌ای و شورش 57، داری نگاه میکنیم که تمام حکومت های دیکتاتوری این اتفاقا واسه شون افتاده. دیکتاتوری داریم که دست نشانده هستن، که من جمله اینا یه سری حکومت های دیکتاتوری هستیم که نه تو دل جامعه بوده، مثلا هیتلر دست نشانده کسی نبوده ولی از دل جامعه بلند شد. این حکومت دیکتاتوری اون کسایی که اون بالا نشستن دارن نگاه میکنن، مردم استمرار دارن. دوم اینی که توی شعارهایی که داده میشه نمیتوانن کسای دیگر رو غالب بکنن، در کل لوی جورگر رو نمیتونن تو ذهن مردم بکنن. آها، اینجا اتفاق میفته که اون کسی که توی اروپا نشسته، توی امریکا نشسته، داره نگاه میکنه این موزاییکی که امروز به دست خودشون گذاشتن داره منفجر داره میشه، آسیا رو به کثافت کشیده حکومت نکبتبار جمهوری اسلامی. حتی داره میبینیم تو هلند بحث اون اسلام شیعه، اسلام رادیکال، امروز یقه اسرائیلی ها رو گرفته تو کشور هلند، که پادشاه هلند میاد عذرخواهی میکنه. بچه این قدرت یه کشور رو نشون میده. خب اینو دنیا داره نگاه میکنه. پس این داستانی که میگیم آقا ترامپ میاد کمک ما میکنه، ترامپ نمیاد کمک ما نمیکنه، ترامپ نگاه به حرکت ما میکنه که یک چه شخصیتی رو داریم صحبت داره میکنیم که مردم دارن وارث تاج و تخت رو دارن صدا میکنن، و استمرار در این صدا و استمرار در نب جمهوری اسلامی هست. یعنی در از با عمل کرده خودمون او رو مجاب کنیم که براهو به این مسئله بپردازه. چرا؟ چون اون خواسته، چرا اون چی برگشت گو آقا جمهوری اسلامی رو من یه کاری میکنم به پای میز مذاکره برسه، درسته؟ بله، جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد؟ جمهوری اسلامی الان برای ما چه فایلی رو اومده افشا کرده؟ فایل های به درد نخوری که 20 سال پیش اینا افشا شده بوده، در مورد مثلا کروبی و در مورد این سگ و سودک ها کیه که نمیدونه؟ کدوم انسان ایرانی عاقلی هستش که داخل ایران هر اتفاقی که بیفته میگه کار خودشون، ولی در آخر میاد چی میگه؟ میگه آره امیدوارم که مشتبه بیاد و این سیستم فساد رو از بین ببره، میخواد منو ذهنشویی بکنه بابت اینی که یه کس دیگه ایم. اینجا مردم ایران نظر شخصی من هستش که اینو باور ندارم و نمیتونن تو قالب مردم بکنن. چرا؟ اینم دلیل داره، از قبلش دارم میگن میگن آقا کسی که تو یه روند بوده پدرش قاتل بوده نمیتونه بچه انسان درستی باشه. نمونه بارزش این اکبر هاشمی برهمایی، اکبر کوسه، که دخترش فاحشه رفسنجانی، امروز تو دل آهاد مردم داریم میبینیم که از داخل خودشون هم با این بیشرف زد هستن. پس شما تو آهاد مردم که نگاه کنی، شعاری که داره داده میشه داخل ایران داره میگه مشتبه بمیری رهبری رو نبید. یعنی مردم امروز تکلیف خودشون نسبت به این موضوع اومدن مسجل کردن. حالا حکومت برای موندگاری خودش ممکنه یه سری کارا رو آزادی به تو بده، فلان به تو بده، شاید یه مقداری از اون
چه میدونم اون احساس امنیت به تو بده. آیا ما از اون مسیر برمیگردیم؟ که اصلا من کلا با این جمله مخالفم. جمهوری اسلامی به مردم ایران چون مشکلی داره هیچ وقت به مردم ایران آزادی نمیده، به مرگ میگیره که به تب راضی بشه. بنزین رو اعلام میکنه 20,000 تومان، ولی یه دفعه مثلا 15,000 تومان 10,000 تومان میبره. من و تو باید چیکار بکنیم؟ ترامپ میاد به بدون رو دروسه، چون یه سری از اینا میگن نرمش محترمانه و قنبال مسلمانه و از این شراورا میگن. نظر شخصی به هیچ عنوان خامنه ای کارو نمیکنه، به چند دلیلی دارم میگم، این ذهنیت منه، شاید اشتباه بگم. خامنه ای پسری رو از دست داد به نام قاسم کتلت. بچه این قاسم کتلتی که دارم میگم کم شخصیتی نبودش، اما سورا قاسم کتلت کسی بودش که سرباز ولایت بود، این ذوب شده در ولایت بود، رو سنگ مزارش هم سنگ قبر بیشرفش هم نوشته سرباز ولایت. هر کدوم از این سرگ و سوتک که تو اینجا نشستن، لاریجانی ها، نمیدونم احمدی نژاد ها، همه اینا تو یه بره زمانی یوری کردن به خامنه ای. اون احمدی نژاد قهر کرد، لاریجانی قهر کرد، تنها شخصیتی که موند و توی بحث ذوب در ولایت بود قاسم کتلت. قاسم کتلت کسی بود که گروه های هشت و شعبی، زینبیون، فاطمیون، اینا رو برداشت سیستماتیک کرد، درست کرد، سر و سامون داد، سازماندهیشون کرد، سلاح بهشون داد، تجهیزات بهشون داد و اومد بحث هلال شیعه و اون اتفاقاتی که بیفته سمت مرز اسرائیل و اومد هدفمند درست کرد. اگر دقت کرده باشین از زمانی که این قاسم کتلت ترور شده، انقدر گاف داده قانی که این داستان حمایت و هشت و شب و اینا همش از بین رفته، دیگه قدرتی نداره، دست خامنه ای قطع شده. سر این موضوع هم که شده، چون دیدین که واقعا قصه‌دار بود این پیر خره، سر این داستان هم که شده، به نظر من سر این داستان این نمیاد پای میز مذاکره. یه داستان دیگه هم داره بین خودشون، جمهوری اسلامی طویله رهبری هستش و سپاهی که امروز با اسرائیل ستیزی و امریکا ستیزی داره توی جمهوری اسلامی تو خاک ایرانمون داره سوشرانی میکنه. مسئله بعدی تو کشورهای حوزه خلیج فارسه که اگرم نخواد جلونی بده، اینا تا همین الانش تره واسه اینا هم خورد نمیکردن، از الان به بعد یونجا هم جلوشون نمیرسن. چرا دارم بهتون میگم؟ عباس عراقچی اومد توی همین قبل از اینکه این اتفاق بیفته، اومد تمام فکر کنم در 12 کشور رفتش اگر اشتباه نکنم، مصر، اردن، سوریه، عراق، عربستان، یه سری کشورها رو رفتش، ولی همه کشورها خودشون هم نمیدونن کجا بهشون مرز هوایی دادن. که آخرین بار میگن که آقا مرز عراق ورود کردن و زدن مرز هوایی ایران رو چیز کردن، اومدن بمباران. مسئله بعدی بحث نتانیاهوه. همون سورا نتانیاهو یه به قول معروف این خارجی‌ها میگن دکتری، یه فلسفه‌ای داره نسبت به مردم خودش و کشور خودش. بحث اینی هستش، میگه آقا یکی بزنی دوتا میخور، راه نداری، من امکان نداره تو به من بزنی. و تاریخ ثابت کرده زمانی که بحث هولوکاست به وجود اومد، اون قتل عام اسرائیلی‌ها به وجود اومد، یهودیان به وجود اومد، تا چندین سال بعد از اون میگشتن دنبال اینا، قهوه چی، آبدار چی پیدا میکردن و اینا رو چیز میکردن، میکشتن. خب این نشون دهنده این هستش که به قوم خودشون، به مردم خودشون میان احترام میذارن. یا مثلا در مورد در همین سنوار یا بحث آزاد، سر یک سرباز خدایا نمیدونم 1200 یا 12,000، اینو همیشه یادم میاد ولی فکر کنم 12,000 سرباز، که یکیشون همین یحیی سنوار بود، برای آزادی یک سرباز اومد این کار رو انجام. امروز اسرائیل متوجه شده که اگر بخواد حماس، اگر بخواد اتفاقی که مثلا بابت هشت و شعبی مقاومت، خدمتتون عرض کنم که اون یارو اون فرعچی که مانی خدابخشیان گفته بخواد از بین بره، باید جمهوری اسلامی تضعیف بشه. یعنی چی؟ یعنی اینی که اون زیرساختای اتمیشو بزنه، اون کارا رو بکنه. خلاصه اون پیغامی که ترامپ داده، گفته که آقا من نمیخوام برگشتم به آفیسم، جنگیو در پیش داشته باشم. خب خیلی سخته که بخواد اون ترمالی که اینو کردن بخواد جمع. یه کدی هم بهشون داده که حالا نمیدونم درست یا نه. ولی اینجا وظیفه ما چی میمونه؟ اما سورا وظیفه ما چی هستش؟ امروز ما ایرانیان دنبال این میگردیم
که اون فضایی که کف خیابون داشته باشیم و 50-50 بود. جمهوری اسلامی امروز از لحاظ مادی، از لحاظ پولی نمیتونه امروز هزینه بکنه. هزینه کی؟ تو 1401 همون سهراب روزی 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان به کمپ ها میدادن، نیروهای رو میابردن بید. همون سهراب امروز 8 شبی ها، امروز همین گروه های مقاومت، همین کسافت هایی که میابردن تو 1401، تو داستان پیجرها خیلیشون سرشون در راه اسلام به فاک عظما دادن. از هر لحاظی که امروز بخوایم حساب بکنیم، این جنگی که علی خامنه‌ای باعثش بوده، ما امروز باید به سود خودمون تمام بشیم. امیر جان و آقای اتحاد ناظم، ببینید من یه مثال ساده براتون بیارم، یه آمار بسیار ساده، شما از آن دو تا چهار تا کنید، شما به برای من بنویسید. ببینید ناظرینان، جمهوری اسلامی توی بلوشه بسیار سختی افتاده، اینو بذارید کنار، با نیروهای نیابتیش که همه داستان هست. حالا گوش بدید، چند روز پیش اعلام شد هواپیماهای F-15 تعداد مثلا فرض بفرمایید 15 تا ایالات متحده فروخته به و وارد کشور اسرائیل شدن. به چه منظور؟ چون تکنیک و قابلیت های بسیار بسیار زیادتری از هواپیماهای دیگر داره برای جنگ های به هر حال برون مرزی و دور از کشور و اونور مرزی، مثل مثلا ایران که میدونید بنزین و مسائل خودش رو داره، دو تا باک اضافه داره که میتونه این کار رو انجام بده. حالا کار به این ندارم، قیمت اینهایی که اسرائیلی خریده بود از ایالات متحده دقیقا نوشته شده بود 20 میلیارد دلار شده. تا اینجا رو دارید عزیزان؟ 20 میلیارد دلار. شما عزیزان اگر جمهوری اسلامی، خوب گوش بدید، اگر جمهوری ننگین اسلامی تا به امروز، از سر روز اول تا به الان پول به نیابتی ها نمیداد، از روسی های یمن، از تروریست هایی که فرستاد، شاپور بختیار و زندیاد فرخزاد و دیگر عزیزان و تاجداران ما مثل شهریار شفیق، تا هزاران هزار داستانی که پشت پرده است و بعدها هویدا خواهد شد، اگر این پولها رو یکی پس از دیگری میذاشت و F-15 میخرید تا به امروز، با اون تونلای حماس رو میگم، با اون تونلای آقای خرس‌الله رو میگم، سخنرانی هاش، بذل و بخشش هاش و و و و همه اینا رو میخرید F-15، الان ما قدرتمندترین کشور تسلیحاتی جهان، یعنی کل ارتش اسرائیل و کل ارتش ایالات متحده رو تا الان خریده بودیم. و جالبه، میتونستیم در تمام منطقه، نه در جهان، عرض اندام کنیم. این خیلی ساده است، بذاریدش خودتون حساب کنید. شما فکر کنید اون شمشای طلایی که درون غارها و نمیدونم تونل‌های حماس پیدا شد، شما فکر کنید سالانه در این مسیرها چقدر از پول‌های این مملکت حج برای این مراسم خرج شد و هیچ کس پاسخگو نیست. جمهوری اسلامی اینقدر کودن بود که رفت به لبنانی ها و نمیدونم حماس و نمیدونم نیروهای نیابتی تا حوثی های یمن و لیبی، حتی به اون شرایط سخت اینقدر پول داد که برن تروریستی انجام بدن تو آرژانتین، تو کوبا، تو ونزوئلا. به ونزوئلا پول دادیم آقایون، پول نه اینجوری دادیم مثلا بگید 10,000 دلار دادن رفت، نه نازنینان، میلیاردها میلیارد دلار حیف و میل شده. اما همه اینا رو جمع کنید، معطوف کنید، شما میتونید یه ارتش کامل ایالات متحده با مشتقات بعدیش هم بخرید. ببینید چقدر ما ضرر کردیم. ما مردم ایران مردم ساده ای دیگه نیستیم، گول بخور نیستیم. امیر جان، آقای اتحاد، ما اگر فردا بخوان بگن مثلا آقای ننگین خامنه ای میخواد بره یا بمیره یا بکشنش یا جانشین او رو بکشن، بیان مثلا فرض کنید مشتبه رو بیارن، به این سادگی نیست. این مردم آماده باید باشن، بستر آماده است، آماده ترشون باید بکنیم، هوشیار باید باشیم که خیابان جای فقط حق دادگاه امروزی ما بچه ها کف خیابانه. اون دادگاهی که ما بهش احتیاج داریم کف خیابانه، نه دادگاهی بین المللی و سازمان های حقوق بشر در خارج از کشور که به صورت پینگ پونگی با هم بازی میکنن. اون حقوق ملل
نه بشر، اون حقوق ملل‌های خودشونه، دولت‌های خودشونه. ما ملت ایران موقعیت شناس باید باشیم، از آب گلالود ماهی خودمون رو بگیریم، دست توانای خودمون رو در مسئله داشته باشیم. پادشاه داریم، پرچم داریم، ملت فهیم داریم، جوان خوب داریم، ما مانیفستامون رو داریم، خانواده های شهدا رو داریم، خانواده های اسرا رو داریم، خانواده های چه میدونم کارگری رو داریم، همه محیای پایان دیکتاتوری هستن همه. و جالبه بهتون بگم این ننگین ها، این سیستم جمهوری اسلامی رو به افول نزول خودش رو دیده، برای پایان خودش دیگه هیچ برنامه امیر نداره، اتحاد برنامه نداره. جدی دارم بهتون میگم، اینکه بیاد حسن علی بقال رو بذاره جای خودش جواب نمیده. اگر خود امام زمان رو هم بیاره زندهش کنه بیاره بذاره فایده ای نداره. اصلا بره خود خمینی رو از تو قبر زنده کنن بیارن فایده ای نداره. امروز ملت ایران یک موقعیت مناسب در روبروی خود دارن و اون موقعیت مناسب، ببینید، جمهوری خواهان که ملی گرایان در اصل آن دیار ایالات متحده هستن روی کار اومدن، چه من بخوام چه امیر بخواد چه نخواد، چه من بخوام چه اتحاد بخواد چه نخواد، اومدن. آقای ترامپ رأس اونه. ترامپ کسی است که بچه ها آقای کتلت رو کتلت زاده کرد، جمهوری اسلامی دستور قتلشو داد، دادگاه در ایران تشکیل دادن، او رو در با وکیل غیابی رسوندن به اعدام. یعنی همه اینا رو یادتون باشه چی بهتون میگم. نمیشه قاتلی رو بیان باش مصالحه کنن، مگه میشه همچین چیزی؟ جمهوری اسلامی ایدئولوژیش هست اما اون حریمش رو نمیتونه بشکنه. اگه بشکنه طرفداران واقعی خودش رو روبروی خودش قرار داده و از این حراس داره. امروز اگر حواستون باشه اون آقای پالیزوانو میارن میاد در مورد اختلاس های مردگان پیشین داره توضیح میده، بابا پشمه، بابا دروغه، بابا برای اینکه بیاد به شما بگه جای خامنه ای رو میخوام عوض کنیم، آقای نمیدونم پسرش و مشتبه رو بیاریم بزنیم اونجا. هوشیار باشید، اینا داستان های کهنه است. اینا رو ما 100 بار 500 بار 10000 بار دیدیم، توی این 45 سال رقمی بالاتر از اینا دیدیم. میخوام اینو بهتون بگم، هوشیاری ملت ایران این گونه نیست. الان چرا برق قطع شده به نظر شما امیر جان؟ این کشور اتفاقا سال بارندگی هم در پیشه. ما میدانیم که 45 سال جمهوری اسلامی دزدی، غارت، از هر جهت که بگید، برق چرا امروز باید سهمیه بندی بشه؟ ما در دوره مثلا جنگ صدام حسین و خامنه ای ما قطعی برق فقط در مناطق جنگی داشتیم، برید بخونید، ما شهر دسول برقمون قطع میشد، یا کردستان عزیز مثلا سنندج قطع میشد. آقایون، برق رو جمهوری اسلامی چون مسیر درآمدزاییش داره بسته تر میشه با آمدن ترامپ و بیت کوین از 20000 تومان کشید رفت 80000 تومان، سپاه رفت در قالب درآمدزایی زاله خودش. یعنی نیروهای جمهوری اسلامی برق این سیستم مربوطه برای بیت کوین درآمدش دستگاهی داره که برق رو میبلعه میبلعه. من عزیزانی دارم که در کردستان با این دوست عزیزم روبرو هستیم، ببینید این رو برای ما توضیح میدن، میگن ما ماهانه 7 میلیون تومان درآمد داریم، منتها با چه برقی؟ برق دزدی از روی سیم ها شبانه. توجه داشته باشید، جمهوری اسلامی برق رو از مردم الان میدزده که سپاه بتونه بیت کوین رو طلب خودش رو از این جامعه کذایی در بیاره. مردم دیگه امیر پولی ندارن که بدن به اینها. استخراج بیت کوینه که داره منجر میشه سپاه بتونه اون پول کمبود خودش رو تأمین بکنه. نازنینان من، شما در بودهای مختلف برید بخوانید، بعد زرشکیان میاد میگه آقا ما هیچ دروغی با ملت ایران نداشتیم. آقا اتحاد بفرمایید، امیر جان بفرمایید، بعدم بریم عزیزانی که میخوان بیان بالا بنویسن اینجا و درخواست بزنم من بیارمشون بالا. بفرمایید امیر جان. آقا اتحاد بفرمایید. ببینید جناب سراب دوستان و جناب، ببینید الان جناب آقای ترامپ این دفعه دستش بازتره، حتی مجلس سنا هم چی در دست ترامپ افتاده. یعنی این نیست که
اونا انتخاب کنن، ایشون فکر کنه. نه، این مجلس سنا وقتی دست ترامپ افتاد دیگه خودش میتونه تصمیم بگیره و امضا کنه. این دفعه دوره اول نبود، ولی دفعه دوم مجلس سنا افتاد دست ترامپ، یعنی خودش میتونه همه کار انجام بده. این یعنی برای جمهوری اسلامی یه کابوسی هست که خامنه ای شبا فکر کنه خواب دیگه نداره. این از این بس، ترامپ دیگه همه کار میتونه انجام بده. اینه که در رابطه با منافع ملی که شما صحبت کردید جناب سراب، دقیقا درست بنده، واقعا این منافع ملی ما اگر خرج خود کشور میشد، ما الان طبقه یه طبقه زیر زمین میتونیم یه ایران دیگه بسازیم. پس این پولا همش خرج فلسطین و لبنان و عراق و جنگ ایران و عراق و خرج اینا شده. تا امروز هم به حال اینا که اومدن، به حال اینا منافع این کشور رو بر باد دادن. مردم ایران هم چی میدونن که این کشور واقعا چی به نابودی داره میره. خب تا که باید مردم باید به سختی بکشن؟ بس ما باید جناب زراب توی 4 سال، دوستان توی 4 سال باید ما حواسمون باشه، ما نباید دیگه آخوندی بیاریم سر کار باشه. دقیق ببینید، من لایو اول گفتم وطن فروش های هستن که پشت پرده میرن با دموکرات ها میشینن، با آمریکایی ها یا بیگانگان میشینن تو اتاقای بسته صحبت میکنن. خب اینا همه وطن فروش هستن. ببین رضا شاه دوم با قلبش، با دست راستش یا چپش، با قلبش یعنی با مردم صافه. هر مصاحبه که میذاره جناب سهراب قشنگ داره شفاف داره چی با یعنی بازی داره. آقا من پشت پرده نیستم، هرچی هستم در رو دارم باز میکنم، صحبت میکنم. من کسی نیستم رضا. ببین شاهزاده نگاه کنی، هیچ شما هیچ کسی تا حالا پیدا نمیکنه که ایشون اتاقای درای بسته بره صحبت کنه. اما یک سری از این وطن فروشا، این خائنین، با اتاقای درهای بسته میرن صحبت میکنن. چرا؟ مگر مردم متوجه نیستن؟ مردم مگر آگاهی ندارن؟ ما مردم باید به هر حال تو فضای مجازی که هستیم باید اینا رو افشا کنیم، این وطن فروشا رو باید افشا کنیم. اینها نباید دوباره ایران و منافع ملی و تمامیت عزیز رو به دست بگیرن و دوباره ایران چی به طرف نابودی ببرن. این دفعه باید میهن‌پرستان باید چی آماده باشن، آگاه باشن. ما میهن‌پرستان به دنبال آزادی، دموکراسی، آبادی هستیم. ما دیگه چی کسی برای ما بالا سر نداشته باشیم. ما دیگه نوکر نمیخوایم. این بیگانگان 35 سال نوکر بودن، یعنی نوکر نبودن، یعنی ما نوکر اونا بودیم. امروز نباید باشیم. بله. ما خودمون باید تصمیم بگیریم. من صحبتمو کوتاه میکنم. اتحاد جان خیلی سپاسگزارم. قبل از اینکه امیر صحبت کنه، ببینید من یه توضیح دیگه هم بدم. عزیزان در ایران میخوام بیان بالا، میخوام تست کنم. خواهش میکنم اگر درخواستی دارن درخواست بفرستن بیاریمشون بالا. یه توضیح بدم در مورد این استخراج بیت کوین. یه دستگاهی هست به نام ماینر. این دستگاه کنار یه کامپیوتر قرار میگیره و عزیزان در ایران در سر تا سر کشور باش آشنان، کشورهایی که برق فراوانی دارن میتونن از این بهره ببرن. خوب توجه کنید، این دستگاه مثل شاهلوله برق میسوزونه، یعنی روی سیستمش برق مصرف کردن فراوانه. تو خونه ها نمیشه زیاد ازش استفاده کنن. برای این که ایرانی ها بتونن بعضی در کشورهای در شهرهای مختلف انجام میدن، احتمالا از برق هایی که به هر حال با سیم استفادهشون دزدی میشه و اون شرایط رو به وجود میاره براشون. مامونه کمترینش، کوچکترینش که در اصل دو ساعت 3 ساعت استخراج میکنه 7 میلیون تومان. تا اون زمانی که بیتکوین 20 دلار بود، الان شده چقدر بچه های عزیز؟ شده 80,000 تومان. 20,000 تومان شده 80,000 تومان. شما یک لحظه بهش فکر کنید، کشور دست کیه؟ سپاه و جمهوری اسلامی. کشور احتیاج به چی داره؟ پول. یعنی آخوند احتیاج به پول داره. به مردم چیزی نمیماسه، راحتتون کنم. برق دست کیه بچه ها؟ آخوند
و سپاه. سپاه میاد از این موقعیت استفاده میکنه در قالب اینکه شما برقتون رو باید سهمیه بندی بکنید، پولش رو اولا بیشتر میکنه، آب شما رو هم بیشتر میکنه، گاز شما رو هم بیشتر میکنه، به فتوای اینکه آقا ما کمبود داریم، ما تو تحریمیم، شما باید به کمک دولت زرشکیان بکنید. این یه درآمد. یه درآمد قضایی دیگه از بیت کوین است که دولت سرازیر میکنه برای این مسئله. 80,000 تومان شما عزیزان دارید میبینید درآمد بسیار بسیار وحشتناکیه که میتونه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو در منطقه تأمین کنه. البته تا الان آمدن ترامپ وضعیت اضطراری شده برای خامنه‌ای، نیروهای نیابتی، غزه، حماس، حتی دولت خودگردان درون فرض بفرمایید تاییدیه سازمان ملل به نام فلسطین و لبنان، اما سراسامانی نخواهد گرفت. چرا؟ چون آمدن ترامپ، جمهوری خواهان، ملی گرایان، بودن اعلی حضرت در منطقه تفکری جهان و در قلب مردم ایران، در بطن ایران اهورایی و بودن آقای نتانیاهو که با قدرت اومد گفت آقای گالانت رو انداخت بیرون، یک نفر دیگر آورد. گالانت ممکنه چه کرده بود، کار نداریم. میخوام بهتون بگم همه پازل ها کنار هم چیده شده تا یک اتفاق بزرگ در منطقه رخ بده. ما ملت ایران وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم. بودن ترامپ، نبودن ترامپ، هر اتفاقی میخواد بیفته، ما وظیفه میهن پرستی و آزادی که در کف خیابانه، ما باید به نحو احسن انجامش بدیم. حالا همه چی آماده است، شما میمونید و این جمهوری اسلامی تضعیف شده و آن داستانی که نیمه تمام مونده و به پایانش باید برسیم. امیر جان بفرمایید، من در خدمتم. جاوید شد. خیلی مختصم از ابتدای صحبتتون بگیم در مورد اینی که بحث قدرت نظامی جمهوری نکبتبار اسلامی تو یک کلام ختمش کنم. ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره. برگردیم زمان ایران پدر محمد رضا شاه پهلوی، پنجمی ارتش قدرتمند دنیا را داشتیم. اون زمان اعتبار دنیا بودیم. کاری که امروز کشور اسرائیل داره میکنه برای مردم کشورش به معنای واقعی داره حرمت داره میخره، اعتبار داره میخره. تو کشور هلند اون اتفاق میفته. خیلی عرفه بچه پادشاه کشور زن تا که درست سمبولیک هستش ولی پادشاه مملکتیه، زنگ میزنه تا برمیداره بیبی عذر میخوام این اتفاق افتاده، زبان عامیانمون هستش این اتفاق افتاده. این کارو داشت اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی داشت این کارو واسه ما مردم ایران داشت میکرد. هواپیمایی خریداری کرده بود که برای نسل‌های آیندهش پاسخگو بودش. همچین چیزی رو تو جنگ ایران و عراق داشتیم میدیدیم. هواپیمای جنگنده F4 F5 F12 داشتیم، F14 خریداری کرده بودیم که با اومدن ملایان F14 رو اینا مرجوع دادن. وقتی که یه حکومت بیاد برای مردمش تفکر کرده باشه، خب در ابتدای امرش آینده مملکتش باشه مهمه. زمان محمد رضا شاه پهلوی رو نگاه کنید. بالا کسی رو داریم از ایران؟ عباس اومده می نوشته که من بالا هستم. گفتم درود، درود، صداتون بشم. جاوید شاه، جاوید پرچم سرنگ شیر خورشید شاهنشاهی ایران، تمام مبارزین در لایو و در ایران و در خارج، واقعا وطن پرستا، نه لاشیا، ببخشید ها، وطن پرستا من دارم درود بهشون میدم. سراب جان، امیر جان، آقای اتحاد، عرض کنم خدمتتون ای خبری که الان برقرار در هر منطقه سراب دو ساعت دارن قطع میکنن. ببین یه استارت دارن به ما میزنن که آقا بیایید کف میدون، ولی ملت نفهمن، ببخشید ها، ملت نفهمن، شعورش ندارن. میگن آقا ما مسلح باید بیان بیرون. خب ما چقدر پول به شماها بدیم که یه مش گوشبرم هستن سراب جان، خودت خبر داری، او خانومه بود، پول بهش دادیم، یک کلیپ هم برای من نفرستاد و گوخوری هم کرد. خب به روح برادرم سراب، صد یورو بدبختی جمع کردم دادم بهش، رفت که رفت.
یه عده هستن سراب جان بهت گفتم عباس جان یادتون باشه کسی که برای پول کار بکنه اگر بهش میگن مزدور، توی خارج بهش میگن مزدور. اگر عزیزان حواستون باشه یه مقدارم جمهوری اسلامی بیشتر پیش پول بیده میره سمت اون، پس دور این مسئله نیستم. هم از این بیبرقی بگو دلیلش چیه الان در اون منطقه که تو هستیم الان من میگم ببین این استارتی دارن میزنن. خیلی ما وطن پرستای داریم که شاهزاده هم گفته داخل دولت هم خبر به شاهزاده دارن میرسونن آقا برق داره قطع میکنه، چرا نمیاد کف خیابون فریاد بزنی دادخواهی میکنه آقا چرا برق قطع شده؟ خمینی گفت آقا پول برق ندید، رایگان فلانه، بهمان فلانه. خب چرا برق داری قطع میکنی؟ سهراب 800 هزار تومان پول برق برای من میاد، 900 هزار تومان برای من پول برق میاد. مایی ها یعنی امون نمیده بشه 30 و 29 قرض میاره در خونت، نیاد پرداخت شکری سازمان برق در خونته آقا برق میخوایم قطع کنم. ای بابا من حقوق ندارم فردا پول برق وصل میکنم. میگه نه همین الان خدا قسم سراب دارن ندارن غیرت هم ندارن ملتمون. نه ببینیم من توضیح میخوام، باز میرم تو کلامت چون من تو رو میشناسم، تو به هر حال از دیرباز من و تو همدیگر رو میشناسیم. این جمله زیبایی برای مردمان اهورایی سرزمین ما نیست، خداییش بهت بگم. ببینید مردم گیر افتادن و این گیر افتادن یک کلید واژه‌ای داره. شما فکر نکنید نازنینان من سال 57 یه دفعه مردم ریختن تو خیابون، نه عزیزان، از سالها پیش، سال 1320 و قبل از اون با محمد رضا شاه بزرگ این چپول ها و این افرادی که شما میبینید سر عداوت، جنگ، تروریستی و مطالب دیگه داشتن. خارجش اینا هم همینطور، اونایی که با انگلیس، فرانسه دستشون تو کاسه بود. ملت ایران بچه های عزیز یادتون باشه کسی بهشون درس نداده. نسل 57 یا در جنگ کشته شدن یا فراری شدن یا بازنشسته شدن یا اینکه زیر خاکن. نسلی که مونده ما تحت غاریای نسل 57 و این تحت غاریا نمیتونن این پیام رو به صراحت بیان برای دیگران تعریف کنن. ما امیر، من، دیگران، امیر چند بار امروز لایو ما رو دیدید، افتادیم رفتیم اومدیم. این بابا من هفته ای 10 روز اصلا لایو نذاشتم. ببینید نازنینان جنگ آقا اتحاد میدونه، ما دیگه باور کنید شبانه با منو اتحاد دیگه مثل یه زن و شوهر با هم صحبت میکنه. آقا اتحاد میدونه، باور کنید دیگه شب خواب ندارم، روز بیدار میشم میگم چی شده، اینترنت من چرا باید اینجوری بشه. امیرم همینطور، داستانشو براش گفتم. ببینید ما میخوایم هممون مال میزنن، ببین مال شناسایی کردن سراب. ما ببینید ما ناآگاه بودیم در مورد اینترنت هم همینطور. من امروز آگاهانه دارم بهتون میگم عیب اینترنت رو پیدا کردم، عیب مشکل این مرا فرایند رو پیدا کردم. امیر میدونه من 15 بار زنگ زدیم با هم دیگه و آقا اتحاد اینو درست کنید، اینو درست کنید، اینو درست کنید. اونا هم مستلزم بودن، ولی عیب اصلی چیز دیگه است که من از زیرباز بهش رسیده بودم، بارها هم گفتم. ببینید نازنینا، حکایت انقلابی که پیش روی ماه مثل جریان این اینترنتی است که ما میخوایم جو درستش کنیم. عیب رو میدونیم، ما میدونیم باید چی کار کنیم، منتها چون امیر عزیز یا دیگر و عزیزان دیگه منسجم نیستیم نمیتونیم درستش کنیم فعلا. پس بیایید روی داشته های خودمون حساب کنیم، روی تفکرات خودمون منسجم باشیم. من از تو این سوال رو کردم که این دلیل بیبرقی عمدش بچه ها بیتکوینه. بیتکوین بفرد ببخشید معذرت میخوام عباس خان، یه سوال، شما داخل ایرانید یا خارج از کشور؟ من تو ایرانم. اوکی معذرت میخوام، بذار من یه صحبتی رو بکنم. عباس عزیز قربون شکرت برم، بقیه عزیزان، حالا بحث بیت کوین و این چیزا، یه چیزی رو من بگم، مخصوصا عباس جان شمایی که داخل ایران زندگی دارید میکنید، تو نمیتونی تونی به ایرانی که امروز داره تو هر بدبختی داره زندگی میکنه تو نمیتونی بهش بگی که ترسو بی وجود فلان، نه اینو نگی، این
شایسته شما ملت ایران نیست. چرا دارم میگم نیست؟ جمهوری نکبتبار اسلامی که امروز برای همین، حالا یکی از دلیلاش همین بیت کوینه، هزار یک دلیل دیگه هم داره ها، یکی از دلیلاش این بیت کوینه، یکی از دلیلاش ناکارآمدی دولت هستش، یکی از ناکارآمدیاش این هستش که این حکومت توانایی اینو نداره که بخواد دومین کشور ذخایر گازی دنیا رو داریم، امروز بخواد بره گدایی گاز از کشورهای دیگر. مشکل امیر جان یه لحظه بذار من بیام تو کلامت، ببخشید منو فقط اجازه عباس بدید به خاطر اینکه بحث به حاشیه نره. امیر نه میخوام روشن بکنم، برق رو میخوام روشن کنم. ببین مسئله برق رو میخوام روشن کنم. ببین دو سال پیش، سه سال پیش من از زندان آزاد شدم، بچه سهراب میدونه، از زندان موقعی که آزاد شدم اومدن نیروگاه بوشهر رو راه اندازی کردن، گفتن آقا بوشهر دیگه راه افتاد، ما قطعی برق در ایران نداریم. سهراب یادتی یا نه؟ گفتن آقا قطعی برق نداریم. چرا؟ نیروگاه بوشهر راه افتاده. میخوام ببینم سد مسجد سلیمان ما داریم، سد دز داریم، سد کرخر داریم، اینا که بهت میگم ها، گوتوند داریم، صدایی که داریم بهت میگم، سد ایزر داریم، سد مارون یک تا پنج رو داریم، ما همه رو داریم، صدا رو داریم در میخوام ببینم آقا امیر میگی آقا برق دارن نمیدونم دستگاه پیکوین میکوین که اوردنه، نه بیتکوین. نه اوردنه. ببین مسئله این نیست سهراب جان، برق ما رو دارن به کشورهای اروپایی، عراق و ترکیه و و و میفروشن. خوب گوش بگیرید، الانم اینا فشار دارن میارن به ملت. من بهت گفتم اومدید بازن تو صحبت ها، ببین شاهزاده رضا پهلوی گفت من آدم دارم داخل ایران، چه سپاهی، چه یگان ویژه، چه نیروی انتظامی و و و و، گفت خبرها رو به من میدن. خب الان دارن فشار میارن به ملت که ملت میان بیرون استارت بخوره مثل شورش 57، ولی متاسفانه اینا حالیشون نیست. این شورش نیست، به این میگن انقلاب. این داستان بهش نمیگن شورش 57، من دارم میگم مثلش هم درست نیست. شورش 57 که بلای وردن به سرمون، عرق شاهنشاه رو خوردن و فریاد زدن مرگ بر شاه بی‌ناموسا. من به همه پیرمردا و پیرزنا دارم تو خیابون بهشون میگم، میگم آخه بی شعورا، شما که گفتید آقا مشروب شاه رو خوردید، فریاد زدید مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، الان به خاطر اون نوبت حداقل غیرت داشته باش، بیا کف میدون کمک بکن به ما. میگه آخه این آقا این من سوالی که شما میکنی عباس چون اشتباس دورت بگردم فدای تو بشم. آخه اما سهراب ببین یه صحبتی هست عباس چون کلامت اشتباه، دور چشات بگردم. اولا من خاک پاتم که تو از ایران داری اینجوری داری کارش داری میکنم. من خدمت گذار ببین خاندان پهلوی و خاکم ایرانم. من یه لحظه بین حرفا نه، خاندان پهلوی و خاکم ایرانم. عباس جان به خاطر اینکه ما نمیخوام امشب زیاد توی لایوم بمونیم، میخوام یه تداخل نداشته باشه، سعی کنید کوتاه سخن بگید بریم که نفرات بعدی رو هم اضافه کنیم، ببینیم امتحان کنیم این لایو برای اولین بار، ببینیم میخوره یا نمیخوره به کار ما. بفرمایید عباس جان، چند ثانیه تو بین حرفام نفری ممنونت بشن که زودتر لایو هم ممنونت. عباس جان این حرفی که شما داری میزنی سوالتون اشتباس رفیق من، دورت بگردم. اون نسل 57 که داری میگی سنش به جایی رسیده که اصلا توان اینو نداره بیاد کمک من کف خیابون بکنه، اون دنبال پوشکش باید باشه. اون کیو میخوای بگی؟ پدر من که امروز زیر خاکه، مادر من پاش درد میکنه، آقا دور از نداره واقعیت. آقا جان همون آقا بایی الان 50 میلیون داره حقوق میگیره. عباس امیر جان همون شورشه 57. عباس عزیز جانم، جانم باز همون داستانه شد، متوجه؟ حالا امیرم افتاد پایین. ببینید نازنین، نباید برید توی حرف هم دیگه، باید بذارید که مخاطب صحبتش کنه، بعد شما صحبت کنید، بعد تیکه تیکه بریم جلو. ولی خب حالا دیگه امیر عزیز افتاد، من نمیدونم ان شاءالله که باید بذارید بتونه بیاد بالا. متاسفانه من نمیدونم، باید بیاد. ببینید نازنین عزیزان من، یکی از دلایل مهم امروز و تصمیم دولت بر اساس اینکه بیاد برق رو سهمیه بندی بکنه بیت کوینه. حالا بعدها صداشو خواهید شنید و مطمئن باشید این رو به مطلب خواهید رسید. اما در مورد
در مورد 57 حق دست امیره، اما یادتون باشه مابقی رو داره آقای عباس داره میگه، کسایی که به هر حال هستن، ما میبینیم تو ایران هستن، اما حق دست امیره دیگه. نسل 57 بچه ها ته ته تهش موندگاری داشته باشن، فرض بفرمایید 2 میلیون آدم، 2 میلیون آدم بازنشسته نمیتونن کاری از پیش ببرن، پشیمونن، نادمن، خجالت زدن. و ایرانم قسم در ایران اهورایی همه از نسلی شروع میشن متولد مثلا 50 49 48 47، یعنی در همسن اعلی حضرت رضا شاه دوم به بعد رو دارید میبینید. متوجه شدید عزیزان؟ این تصور غلط رو بندازید و دیگه ما یه نسلی هستیم الان، اگه میخوایم ایراد بگیریم بیایید به خودمون ایراد بگیریم دیگه. نسل 57 رو ولش کنید. میدونید چرا؟ چون اگر یه دوره‌ای برسه فرزندان ما، نوادگان ما همینجوری ادامه بدیم، شک نکنید یه روزی میان میگن نسل مثلا سهراب، امین، اتحاد، عباس هم مقصر بودن، حرفی از واقعیت نگفتن. چرا واقعیت رو بیان نمیکنن؟ خواهش میکنم روی رنج این موضوع صحبت بکنید. دلیلی از دلایل اصلی موضوع امروز ما در مورد برق که بهتون گفتم و آمدن مشتبه، گول نخورید. برق رو سالهاست به نجف اشرف میفرستادن. اشرف آفرین باش، ما اینو میدونستیم، ولی چرا اون موقع امیر سهمیه بندی نشد؟ چرا اون موقع آقای اتحاد سهمیه بندی نشد؟ چرا اون موقع آقای عباس خان سهمیه بندی نشد؟ دلیل بعدی این مسائل و برق به نمیدونم سوریه، نمیدونم به کشورهای همجوار ما بوده تا بوده، اینو دادن. سهمیه بندیش دلیل اصلیش این بیت کوین و جهش فراوانش یک دفعه در قالب این مسئله است که داره رو به صعود میره. طرز تهیه و درآمد پولزاییش هم براتون توضیح دادم. یه دستگاهی هست به نام ماینر، میخرنش میذارنش کنار کامپیوتر، این کوچیکشه، مثل شاهلوله برق میخوره. حالا شما فکر کنید سپا میره جنراتور به کار میبره، دستگاه های بهتر و پیشرفته داره، برق هم خب یا مفته، از سهمیه مثلا خوزستان میبره، از سهمیه تهران میبره، چه میدونم شهرهای مختلف میبره، سهمیه بندی صرف این موضوع میکنه. درآمد بیت کوین در این راه کوچیکش نام بردم، یکی از دوستان در کردستان داره انجام میده، در ماه 7 میلیون تومنه، درست میگم ابو برام؟ در ماه 7 میلیون تومنه، یعنی معاشیشو باهاش در میاره، اونم توی یک روستا. دلیل اصلی سهمیه بندی رو دارم میگم. حالا مواظب باشید، آب و برق و گاز و همه، حتی نون خوردنم وصلش میکنن به تحریم ها، وصلش میکنن به کمبود ها. داداش من هوشیار باشید، وقت عمل کردنه. من این رو دارم بهتون میگم، اینکه حسن علی بقال چی میکنه، چی چیکار است، ولش کنید. مهم براندازیست. ما کل نظام رو هدف قرار خواهیم داد، نه مشتبه رو. ما کل نظام مد نظرمونه، نه فقط خامنه. من خیلی مخالفم که بیاید تو خیابان بگید آقا فقط مرگ بر خامنه ای، باید بگید مرگ بر جمهوری اسلامی. یعنی کلیت نظام. متوجه شدید؟ کلیت نظام. ما جمهوری اصلا نداریم در ایران، نخواهد بود. اگر هم بود شرایط ویژه خودش خواهد بود، اونم باید انتخاب درستی انجام بشه که من همیشه پادشاهی خواهم ماند. در اون دقت اول شماست، به قول امیر کوتاهی ما شده باعث که دیوار اونها بلند نشون داده میشه. اینجاست من دارم حرفمو میگم، ما کلیت نظام جمهوری اسلامی رو باید بندازیم بیرون به دست خودمون. حالا یه شرایطی به وجود اومده، ترامپ داره میاد، اومده نیمه اصل کار رو انجام داده، نتانیاهو دستش پرتره، قدرتش بیشتره، مردم در درون آگاهیشون بالا رفته، مردم در درون نسل 57 خواهی نخواهی یا کنار رفتن یا کنسل شدن یا هر داستانی شما میخواد حسابش کنید. شرایط از دیروز بچه ها بهتره برای براندازی. میخوام اینو بیشتر تکیه کنیم. بفرمایید امیر جان، بفرمایید شما.
اگر امکان داره عباس آقا مایکتون رو ببندید، من ممنونتون میشم. وقتی میای وسط حرفم کلام هم از دستم میپره. ممنون میشم. رو چشم که ممنونتون. ببینید بچه‌ها، یه نگاهی بیاییم به خودمون بندازیم. جمهوری اسلامی دوست داره که اون قدرت هایمون، قدرتی که داشتیم امروز، اون قدرت رو ضعیف کنه. اون قدرت ما خودمون دست کم بگیریم. شورش 57 کی هستش؟ امثال پدر من که توی زیر خاک هستش، مادر من پاش درد میکنه، امروز دنبال فیزیوتراپی باید بگرده. غیر از این نیست. گفت ماهی 50 میلیون تومان، اگه ماهی 50 میلیون تومان باشه که ما امروز اعتصاب کننده بازنشستگان نداریم که. پس این نیست رفیقا، این درست نیست. اون کسی که تو ازش توقع داری بیاد داره نوه و نتیجهش داره، امروز داره تاوانشو داره پس داره میده. فرزندش آواره اروپا شده، اون یکی فرزندش هم اتفاقا دیگه افتاد. شما هم همینجور، فرقی نمیکنه. من از اون توقعی ندارم. اون اگر شعور داشت که پدر و مادر من باشه، که اون شورش 50 به وجود نمی اومد. پس در اصل این صورت مسئله اشتباس. من نمیتونم برم کسی که باعث بدبختیم بوده چیز بکنه، اون امروز دنبال سفره نونش هستش، برم بهش چی بگم؟ اون اگه شعور اینو داشت که شورش 57 به وجود نمی اومد، ولی داره تاوان داره پس داره میده. سفرهش کوچیک و کوچیک و کوچیکتر شده. امروز داره کف خیابون حداقل زوری که داره میزنه میگه فتنه 57 باعث شورش 57 بدبختی ملت، یه شعاری میگن این بدبخت. خب این اتفاق هستش. من بیام اینو نگاه کنم که ابوالفضل آدینه‌زاده به خاطر اینکه اون تاوان پدر و مادرش رو که پس بده، احترام به پدر و مادرش بذاره، پدره رو اصطلاحاً میپیچونه به هوای بند کفش بستن، مینه دنبال اعتراض خودش. اونجا که مایی خدا بخشون میگه آقا این نفسی که پاسازادی مسیر خودش رو همون سراب انتخاب کرد. این مسیر رو انتخاب کردن خیلی درسته. اینو باید نقطه مثبت همون بکن. اینو هی بهش آتیش بدیم. اینو باید هی بهش دم بهش بدیم. که این نسلشی که پاسازادی امروز اینو فهمیده. که امروز اگه داستان این یارو پالیزداره، این پدرسگی بی پدر مادر، که اونو هر اتفاقی دیگه بیفته، مردم دارن این شعار رو دارن میدن. مشتبه بمیرید، رهبری رو نبید. دقیقاً ما باید این رفتار رو داشته باشیم. نیایم این پست این لعنتی رو پخش کنید، هی زیرش بنویسید میخوان مشتبه رو بیارن، میخوان یعنی شما دارید تبلیغ میکنید کمک پالیزبان، کمک جمهوری اسلامی. تمام بیاید روشن کنید مردم رو، زیرش بنویسید عزیزان پستش رو میخواد بدید. حواستون باشه این سناریو، آمادگی این رو داشته باشید که میخوان این آقا رو بیارن جای این آقا. تمام شد. تو اطلاع رسانی تو کردی، اما اگه بیایید بشینید داستان حسین کرد شبستری در موردش تعریف کنی، میشه کمک جمهوری اسلامی. تمام شد. مسئله بعدی که داشتیم در مورد صحبت میکردیم، اقتداری که همون سهراب برگشت و عباس عزیز داشت برگشت در مورد صحبت کرد، کشوری که پادشاه نداشته باشه، کشور خودم دارم میگم، عامل بدبختی همه چی هستش. علاوه اقتدار دارین میگین، دیدین قبل از شورش 57 اتفاقی که افتاده بود، پنجمین ارتش قدرتمند دنیا رو داشتیم. چرا؟ چون پادشاه در اسمش نگهداری از ایرانه، نگهداری از آینده، از نسل آینده ایرانی است. سرمایه گذاری کرد تو هواپیمایی، توی شرکت های بزرگ، توی شرکت های بزرگ ماشین زدی و و و و خیلی چیزهای دیگه. چرا؟ چون وظیفش بودش. امروز وظیفه من و تو چی هستش؟ امروز از اینه که اعلام میکنه پالیزار، میگه آقا این اتفاق میفته، و صحبتی که خامنه ای گفت آقا بعد از به درک واصل شدنش، یا بعد از اینی که بکشنش یا بکشوننش، این اتفاق افتاده. من و تو باید چیکار بکنیم؟ آیا باید بشینیم؟ نه بچا، امروز باید هی تز بدیم واسه روزهای آیندهمون. خامنه ای بمیره باید چیکار کنیم؟ بیایم کف خیابون یا نباید بیاییم؟ اینا رو باید هی بشینیم ریویو کنیم با هم دیگه. تو روزهای آینده 100% ما افزایش قیمت بنزین رو داریم. هی بیایم با خودمون اینو ریویو کنیم. خب چطوری برگردیم کف خیابون؟ به چه نحوی برگردیم کف خیابون؟ شعارهایی که از همون دوزیدن، یکی از عزیزان نوشته بودش که دنیا بر سر این مونده که با چه شخصیتی برگرده. دقیقاً دارین درست دارین میگی. این شخصیت رو ما باید فریاد بزنیم. حرفی که همون سهراب گفت یا عباس عزیز گفت، ما تو شورش 50 پدر مادر ما گفتیم مرگ بر اون خدا بیامرز، درود بر اون بی پدر مادر. امروز هم باید همین رو بگیم. مرگ بر خامنه ای درست نیست، مرگ بر جمهوری اسلامی درسته. حالا مرگ بر جمهوری اسلامی چی گفتیم، چی رو نمیخوایم، چی رو میخوایم امروز؟ از اینی که بیایم کف خیابون بگیم زن زندگی آزادی، مرد میهن آزادی، خب اون اتفاق میفته، داستان چیندن مو میشه. بحث این هستش که مردم باید بدانن کف خیابون میان
اگر میخوایم کشور دیگر رو همسو بکنیم با خودمون، اگر درست بیایم، امروز اتفاقش رو داریم میبینیم که میرن با وارث تاج و تخت میان صحبت میکنن، مذاکره میکنن. چرا؟ چون داخل خیابون، کف خیابون اسم فرد آیندهشون رو صحبت کردن، فریاد زدن. امروز ما جمهوری اسلامی میخوایم با تو کمترین همون سوره به یک دقیقه صحبت میکنم تمام میرم پایین. اگر میخوایم کف خیابون پیروز و موفق باشیم، شروع کنیم به پرچم تولید کردن، پرچم مقدس سرنگ شیر و خوشینش. کاری هم به کسی نداشته باشیم. آی اون 57 نیامد، نمیدونم چرا اعتصاب کننده بازنشستگان نیامد. من جمهوری اسلامی رو نمیخوام. وقتی من نخوام، من میام کف خیابون. به منم ربطی نداره. اما سراب نمیای، نیا، به من ارتباطی. آزادی چی میگن؟ التماسی نیست. سراب نمیاد تو التماس امیر رو بکنه. امیر جون مادرت بخواد میگه آزاد بشی، بلندشو بیا بریم مثلا کف خیابون. خب من باید شعور داشته باشم. من باید فهم اینو داشته باشم. اگر التماسی باشه، من با چست من چیز دوباره آزادیمو از دست میدم. پس بیام این آزادی رو بیام لایق مردم. مردم ایران لیاقتمون چنین زندگی کردنه که روزی 2 ساعت 3 ساعت برقمون رو بگیرن که بخواد اپیدمی بکنه، اینو نهادینه بکنه، الکی واسط عادی سازی بکنه که من روزی 2 ساعت نرم، اسمن 2 ساعته، روزی 5 ساعت برق نداری. اینو داره واسط عادی سازی میکنه. تا زمانی که عادی سازی باشه اونم فرو میکنه بدون رو درواسی. چه کار بکنیم؟ اگر سکوت بکنیم، نه تنها برق رو قطع میکنن، گاز رو قطع میکنن، آب رو قطع میکنن که دارن میکنن. حالا جالب خواب به امیر سلام بازه تو کلام داره. من این دفعه میدم داره. من دیشب با فکران اتحاد صحبت میدم یا آقا برام اینو توضیح داده بودم. الان مردم میدونی در مقابل بی برقی چی کار میکنن؟ اگه بهتون بگم میخندیدا به جان خودم جدی بهتون میگم، باز میرن پول میریزن تو جیب جمهوری اسلامی به این روش. میدونید چی کار میکنن الان بچه ها؟ ببین ناآگاهی دیگه. به جای اینکه بدونیم علت کار چیه، ما میریم صورت مسئله رو حل کنیم میریم جای دیگه، پاورقی رو حل میخوایم بکنیم. من بهت بگم موتور برق میخرم. الان میرن موتور برق میخرم. موتور برق هم چینی. من میخواد یعنی میخوام بهتون بگم به جای اینکه برن توی کار آقا یه چیز ساده مدنی برقه دیگه، تو کل دنیا همه دارن. چند روز پیش در کجا بود؟ ونزوئلا بود. چند روز پیش نمیدونم در یکی نمیدونم کشوری دیگه هم بود. بی برقی مردم میان تو خیابان اعتراض مدنی میکنن. آقا توی این فضای مجازی خواهش میکنم بشینید داد بزنید مردم بی برقی کف خیابان، بیایید حقتون رو فریاد بزنید. نرید ای جمهوری اسلامی یادتون داده دستت آقا بنزین نیست، همه میرن بنزین میخرن انباشته میکنن، برق الان قطع میشه همه میرن آقا موتور برق میخرن. آقا گناه داره، من بچه‌ام گناه داره. عزیز من تو میتونی موتور برق بخری، تو میتونی موتور برق رو مهیا کنی. منی که ندارم چجوری تهیه کنم؟ دختری که نداره چجوری تهیه کنه؟ اون زنی که نداره چجوری تهیه کنه؟ بذار بهت بگم شخصی که داره چجوری تهیه کنه؟ سراب رگ مردم جمهوری اسلامی گرفته، میگه آقایونی که بازنشسته هستن، خوب گوش بگیر، بازنشسته هستن بیان موتور برق بشون میدیم با فیش حقوقی شون، تموم شد و رفت. سراب من توی ایران هم دارم پولش از کجا داره بده؟ موتور برق هم بهش آقا فیش حقوقی انگشت تو چشم دیگه نکنید. ما 50 میلیون چت سراب امیر جان، ما 40 میلیون 50 میلیون حقوق میگیره. من بازنشسته چرا میگه ما 5 میلیون؟ آخه اگه 5 میلیون حقوق بگیره، پس این اعتصاب کننده که کف خیابون ازش بازنشسته اون چیکاره؟ نه امیر جان، میدونید خب بازنشستگی ما طرق مختلف داریم. این هم نیست که مثلا بگیم یکی اون باز شما 30 سال سابقه، امیر جان 30 سال سابقه کار با 5 میلیون دیگه. من نمیخوام بره جای دیگه. ببینید اوکی. اگر همون مثلا شاید امیر جان مادر شما، پدر شما سابقه کارش کم بوده. من خودم سراب میدونه 3,400,000 تومان فیش حقوقی نشونش دادم، گفتم پستش بکن، گفت نکنی کاره. من 32 سال پول بیمه دادم، ولی متاسفانه 8 سالشه راه و ترابری از من خورده. من 3,400,000 تومان حقوقمه. ببین امیر جان، در میان میگن آقا شمایی که دارید فیش حقوقی دارید، یه
فیش کپی افیش و وقت بردار بیار، ما یه موتور برق 50 میلیونی به شما میدیم. اینطوری جیب مردم در حال این کارو بکنه سوخ نداره، دوباره داستان میشه. من حقا میگم امین جان، بذاری که موتور برق هم میرسیم به بنزین، باید بنزین نیست همون شد باید میخواد درم. ببین مسخره ترین چیزی که ما میگم خودمونم بازیگر شدیم اینجوری. آقا امروز سراب جان یه دختری خودش اپول هاشمی انداخته پایین به خاطر چی؟ فقر. به خاطر فقر. همین امروز یه دختری خودش انداخته اپول هاشمی زندان اهواز، دیدی خواه میخوره به زیباشه خودش انداخته پایین. سراب جان دختر جوان پلیس اومده رد شده نگاه نمی کنه، سرش میزنه پایین میره. ببین چقدر مانه بدبخت حساب کردنه. ببینید نازنینا، فقط به نظر من عکس خاندان پهلوی، پوستر خاندان پهلوی و پرچم شیر و خورشید باید تو دستمون باشه، کف میدون. ببخشید عباس جان باید بری پایین عزیزم، که نفر بعدی رو هم بیارم بحث ما رو بس بخواد. برای بچه های دوستان دیگه آره. میخوام بالا اونا رو بیارم بالا. متاسفانه میگم رفت اصلا بحث ما. امیر عباس جان درود بر تو و سپاسگزارم. جاوید جان میبینم درود جاوید جان ببینید من میخواستم اینجا در رابطه با مشکلات ایران یه صحبت میکنیم. ایران تا صبح اگر بشینیم یک کتاب مشکل داره، از برق بگیر، بیکاری بگیر، فقر بگیر، اقتصادی بگیر، برق یک کتاب مشکل داره. پس باید اینجا ببینید دوستان عزیزان، راهش راه کار فقط یک راه داره، اونم باید میلیونی بریزی کف خیابان. بیا این کشور پس بگیریم، اون راه کاری که چارش همینه در کف خیابان. مشکل ایران زیاد داره، مشکل مردم زیاد دارن. جناب سهراب، دوستان عزیزی که در لایف هستین، صدای منو میشنوین، از فقر مردم دارن خودکشی میکنن. دو جوان ایرانی در این چند روز خودکشی کردن. از چی خودکشی کردن؟ چرا وقتی که یک انسان خودکشی میکنه نمیریزین آقایون دانشجو، آقایون دانش آموز؟ اگر در کشور خارج همچین اتفاقی میافتد مردم همه میریختن بیرون، سراسری اعتصاب میکردن. اما شما در ایران نشستین سکوت کردین، بی تفاوت هستین، تماشا میکنین. چرا؟ بس اینجا مقصر شما مردم هستین که در سکوت هستین. امروز من میمیرم، فردا سورا میمیره، میمیره سهار دیگه، یکی دیگه میمیره، همینطوری تک تک میمیریم، داریم غرق میشیم. این مقصر ما هستیم که در سکوت وایستادیم. چرا باید در سکوت وایستیم جناب سورا؟ در کشور خارج این اتفاقایی که در ایران میفته، در خارج اگه بیفته مردم میریزن بیرون. اگر یکی خودش خودکشی کنه مردم میریزن بیرون. اگر برنامه‌ریزی میشه مردم میریزن بیرون. اگر نون گرون میشه مردم میریزن بیرون. اگر بنزین گرون میشه مردم میریزن بیرون. اعتصاب میکنن. اینجا مردم هنوز یاد نگرفتن که باید چیکار کنن. پس اینجا مقصر ما هستیم، از ماست که بر ماست. دقیقاً مردم اینجا مقصر هستن. میندازیم گردن آخوند، میندازیم گردن فلانی. نه، خود ما هم مقصر هستیم، در سکوت هستیم، فقط نشستیم چیکار میکنیم؟ گزارش شما هست، شما غور میزنیم، حرف میزنیم، فقط لب دهن هستیم. من یه دوستی رو بودی دیگه از خاندان پهلوی بکنم، سپاسگزارم از شاهزاده عزیز رضا شاه دوم که حمایت میکنه. همین امروز استوری فاطمه سپری دیدم گذاشته و حتی خانواده های جانباختگان راه آزادی رو میگذاره. ببینید شاهزاده عزیز، ببین یاد بگیرین چرا نمیکنین، چرا این کار رو انجام نمیدین؟ ببین همه کار داره شاهزاده انجام میده. آره. من سپاسگزارم، ممنونم، بسیار سپاسگزارم که داره در کنار مردم ایران وایستاده، داره مبارزه میکنه. بسیار ممنونم. اتاد یه نفر رو فکر کنم از ایران آوردیم. عزیزم صحبت بفرمایید اگر صدا منو دارید. درود همسور عزیز، من یه دونه راهکار میخوام بدم تو این بی برقی. الان برق نداریم؟ الان که ما
نه دو ساعت میره دیگه الان. وقتی که این دو الان نه الان داریم یعنی نه. امروز الان هست داشتید ببینید. مثلا چند ساعت بی برق بودی؟ بفرمایید. دو ساعت میره دیگه الان. هر روز که هر منطقه‌ای که دو ساعت میره ما بهترین موقعیتمونه یا بیایم بیرون تو همون دو ساعت نه دوربینی هست نه چیزی. میتونیم کل خیابونا رو میتونیم بنویسیم کل دیوارا رو بدون اینکه خطری تهدیدمون بکنه. راحت تر میتونیم کل دیوارا رو با جاویدشا پر کنیم یعنی همه بدونن آفاید. که چه خبره آفاید. به خدا یعنی بهترین راهکار تو بی برقیه. باترین کلام رو گفتی دمت گرم. یعنی تمام این حرفایی که ممنون. همه زدن بذارید یه طرف به اضافه خودم این مطلبی که شما فرمودید بابا بیایید بیرون بی برقید فردا بی آبتون میکنن بی گازتون میکنن خودتون رو تو خونه حبس میکنن میکشن دیگه چجوری باید جمهوری اسلامی بهتون بگه سلام علیک. بفرما عزیزم. ممنون ها سهراب من آوردی بالا. من همین راهکارو میخواستم بگم جاوید شاه پاینده باشه. جاوید شاه درود به تو عزیزم. آفرین اینه داداش حرف حق همینه. خیلی قشنگ زد صحبت کرد جناب سهراب. همینه آقا استاد. من دارم اینو بارها میگم آقا واقعا از حقوق و اینا بیایید بیرون. بیت کوین یکی از دلایل مهمش بود که براتون توضیح دادم. بابا دمتون گرم. چه حوصله‌ای دارید چه توانی دارید بابا دم بابا نمیدونم چی جوری بهتون بگم بابا حوصله‌تون رو برم. به من سهراب توی دسپول بچهای دسپول به من میگفتن فک و فامی میگفتن آقا حوصله سهراب مثل شرم بر آسفالته. آسفالتو به خجالت در میاره. حالا شما دیگه کی هستید منت ایران؟ آقا بی برقتون کردن دیگه خب تاریکه. بیاد شعارتون رو بدید. آقا نافرمانی مدنی یعنی همین. شروع کنید اصلا بازنشرش بدید. آقا من دارم بهتون میگم آقا هیچ گونه تمام این فرمولایی که نام بردیم و از آقای ترامپ تا نتانیاهو تو راهه ولی شما اصل مطلب رو خودتون باید عوض کنید تا قبل از اینه که اینا هم بیان شما بستر رو آماده کنید. جمهوری اسلامی دیگه چجوری بلایی سرتون بیاره؟ نون ندارید آب ندارید غذا ندارید بی برقیتون هم کرد دیگه چی میخواید؟ آقا بی اینترنتتون نکرد وجدانن اینترنت این دارینش عزیزان من. آقا اعتراضات مدنی فکر میکنید چیه؟ حالا یا یکی میگه اوی اسلحه بدید و فلان. آقا اسلحه تو اگه بلد بودی خودت میرفتی بیل میزدی اون زمین کشاورزی خودتو. حالا دوست عزیزمون عباس یه اشتباهی ممکنه سر فرمول گفته باشه و بگه اتحاد مای 5 میلیون اینا میگیره. 5 میلیون منظورش از یه جای دیگه بود جناب سلام. عزیزان من 5 میلیون نماینده ها میگیرن نه مردم عادی. 5 میلیون آدم. آره منظورش نماینده های دولت بوده. بله بله. آقایون خانوما دختران اهورایی بچه های اهورایی مشکل شما فقط بیبرقیه؟ نه مشکل ما ریشه داره. ما کلیت نظام جمهوری اسلامی رو باید دندونمون رو بکنیم دندونش رو بکنیم بندازیمش توی سطل زبالش. این رو هم انجام میدیم. بچه ها قطعی برق یکی از دلایلی است که میتونید از الان بستر رو آماده کنید برای این کار. بذارید نظر عزیزان دیگر رو هم بیاریم بالا آقا اتحاد عزیز در عین صحبت هامون که بتونیم. آقا مگه قرار اینترنت رو قطع کنن شما چیکار میخواید بکنید وقتی برق نداشتی اینترنت هم نداری؟ بریم نفر دیگه از عزیزان رو ببینیم ایشون هم بیبرقی رو تجربه کردن و پیشنهادی دارن. بفرمایید. درود میفرستم به شما سهراب عزیز و تمام میان پرستان. مرسی فدات شم. جاوید شاه سهراب جان ببین الان بحث برق یک طرفه. بله روزی 2 ساعت جدول خاموشی دادن کلن هر محله رو حالا هر شهری رو 2 ساعت قرار قطع کنن. حالا من توی کامنت ها هم نوشتم حالا علاوه بر این که سهراب جان فرمایشتون درسته یکی از دلایلش بیت کوینه. حالا خیلی از دلایل ممکنه باشه و اینم تصحیح کنم سهراب جان بیت کوین 80 و چند هزار دلاره
یعنی از 20,000 دلار رسید به 80 و چند هزار دلار. حالا تو فهمید که الفاظمون به باور کنید من انقدر اعصابم سر قطعی این خودم مشکل دارم. نه خواهش میکنم. نه خواهش میکنم. خواستم که حالا دوستان مراتب دستشون باشه. عرض کنم سهراب جان ببینید الان حالا برق قطع شدن برق یک طرفه. ما ببینید الان خب اکثرا آپارتمان هن دیگه. پکیج های منازل کلا با برق کار میکنه. وقتی برق قطع میشه آب گرم هم قطع میشه. اکثرا الان پمپ دارن، یعنی عملا آب نمیکشه به طبقات بالا، بس پمپ هم از کار میفتن. این یعنی عملا ما نه آب گرم داریم، نه آب داریم، نه برق داریم. یعنی شما حساب کنید با یک قطعی برق چند تا مسئله رو برای ماها مشکل ایجاد میکنن. این یکی از دلایلش. یکی از دلایلش یادمون باشه به قول مانوک خدابخشیان زندگیات لابلای خطوط رو بخونیم. قطعا اسرائیل حمله خواهد کرد، پالایشگاه و این مراکز رو خواهد زد. اینا اومدن پیش دستی کنن بگن آقا ما میخواییم مازاد نسوزنیم، مردم نمیرن. حالا اینا یاد جون مردم افتادن سهراب جان، خیلی جالبه. حالا به قول معروف من این همه سال مازوت و این همه سال آلودگی هوا رو تجربه کردیم. حالا اینا اومدن پیش دستی کنن که اگر اسرائیل یه موقع پالایشگاه رو زد به قطع برقی جا شد، بگن نه اون اسرائیل مثلا چیز نداره، ما دیدی که ما مثلا الان یه ماه برقمون قطع میشه، یعنی عملا کم بوده برق. اینم عادی سازی کنن، عادی سازی کنن. اینو ما حواسمون باشه و باید واقعا دیگه الان من نمیدونم دیگه، یعنی عملا دیگه همه راه ها رو برای ما بستن. حالا واقعیتش اینه که سهراب جان عملا دیگه حالا اونی که به قول عباس عزیز 50 میلیون هم میگیره، یعنی اون پولم برای اون 50 میلیون هم دیگه پول نیست سهراب جان. یه میلیون تومن شده پول خود. یعنی الان شما یه میلیون تومن میذاری میری تو جیب، جیبت میری بیرون، اصلا نمیفهمی چی خریدی. حالا شما 50 میلیون بگیر، 30 میلیون بگیر، هممون به هر حال میگه هر کی بامش بیش برفش بیشتر، یعنی همونه، هیچ فرقی نداره. یعنی عملا بابا الان امروز سهراب جان نمیدونم اخبار رو نگاه کردی، اینا اخبار ما نه، اخبار خودشونه، میگه تامین اجتماعی بودجه نداره حقوق بازنشسته ها رو بده. الان چند روز حقوق افتاده عقب، اینا بر اساس حروف الفا حقوق میدن. الان مثلا حروف الف الان چند روز الان یعنی نمیتونن دیگه، ندارن، ورشکستن صندوقای بازنشستگان، همه رو انقدر خوردن رفتن، چیزی دیگه در که به قول معروف چی میگن در بودجه نیست دیگه برای اینا. یعنی واقعیتش خیلی... که دیگه امروز زندگی میکنی با امید فردا. خیلی وضع اصلا اسفناکه که سهراب جان. اصلا ببین شما میگم دلار که اصلا ما داریم با دلار 100,000 تومانی زندگی میکنیم، حالا دلار هم میگن 70 تومان. الان بحث همین بیت کوینی که شما فرمایش کردین دقیقا همینه. حالا اون داستان حملات اسرائیلی که میخوان عادی سازی کنن قطعی برق، و میگم ما دیگه اینا رو بازیاشونو بلدیم سهراب جان. فقط اون اتحاد و اون همشکلی داستانه که به امید خدا قطعا اونم اینجا خواهد شد. به عنوان اینکه به هر حال شما هم بودید، دلال اون دوست عزیزمون هم در قبل بود، یه صحبتی ایشون کرد خیلی زیبا بود. وظیفه ما آقا الان برق خونه شما امروز، شما تجربه شو داشتی راستی، حواسم نبود جان. ببینید الان عرض کردم سهراب جان، برنامه‌ریزی گذاشتن هر محله رو حالا مثلا به قول معروف انجام بدن. حالا من اینو به شما بگم، تجربه خودم هست اینه که ضربتی میبرن. مثلا میگم سمت خود محله ما کلا مثلا چند شب پیش سهراب جان من زنگ زدم بگم چرا قطعی، حالا قبل از این داستان خاموشه، میگه آقا مانوفره. میگم آقا ببخشید ده شب چه مانوری شما دارین برگزار میکنین؟ میگه اینو مانور بعد. حالا اصلا برای همه رو پیش میاد. در دو کلمه این پاسخ رو میخوام یه یاد یه چیزی بدم. شما از امروز مثلا یا مثلا دیروز بی برقی رو تجربه کردی اون ساعات مختص رو؟ بله. چند ساعت جیره شما بود؟ تقریبا دو ساعتی میشد، دو ساعت خورده ای. میدونی یاد چی افتادم بچه؟ خندم هم گرفت که ازت این سوالو کردم بچه. نمیخوام قصد توهین به هیچ کس ندارم، ولی امروز درگیرش شدیم ما. یاد اون داستانه افتادم که ماموره میخواد بگذرونه و نمیدونم میگه یه کاری بهشون بکن، بعد یه انگولک میده و از این داستان. خودتون بهتر بلدید. به خدا دقیقا اونجوری شده، یعنی داریم میپذیریم که آقا ما دو ساعت باید برق نداشته باشیم. ناز نفستون تو اون دو ساعت من تو تلویزیون دیدم،
باور کنید اون دو ساعت شما میتونید انقلاب کنید. هر شب میتونید جمهوری اسلامی رو سردرگم بکنید تا مردم یک پارچه بیان توی فضای مجازی، بیان توی خیابون. دو ساعت تو اعتراض کن، دو ساعت اون شهر، دو ساعت این شهر، دو ساعت اون شهر. جمهوری اسلامی اینقدر نیرو نداره دیگه، نیروهای نیابتیش هم از دست داده. جان سهراب یکم بهش فکر کنید. جان سهراب، من یه چیزی بهتون بگم، یه خبر خوش بهتون بدم. اول انقلابی که میخواستیم و خبر خوشی که میخواستم بهتون بدم تو راهه، میخوام بهتون میگم، اما امشب باز نمیگم. میخوام نشون بدید که هستید، وجود دارید، وجود دارید. جان سهراب، ما میرسیم، چه بخواید، چه بی سهراب، چه بی اتحاد، چه بی میترا، چه دونه بی همه عباس امیر یا فلان، ما میرسیم، شک نکنید نازنینا. اما چه خوبه کمتر هزینه بدیم، چه خوبه کمتر به این مسئله باج بدیم. آقا خانم، دختر من، اهورایی من، البته دیدم تو تلویزیون بر دیشب و امروز دیدم شهرهای مختلف مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر حکومت جمهوری اسلامی و خامنه ای رو دیدم. باز زمزمه ها و طغیان در راهه. این رو پادشاه ما به همه شما نوید داد، حتی به ارتشیان. خواهش دارم از همتون برای برگشت به هویت ملی دست و آستین خودتون رو بالا بکشید. شما کم ندارید، جمعیت شما زیاده. جمهوری اسلامی ناتوانه. جمهوری اسلامی با اسرائیل یه دو به دو داره، یک رفت و شد داره. دو گل زده بهش اسرائیل، عقبه. خواهش میکنم ازتون امان رو ببرید، باج ندید، دو ساعت رو نپذیرید. بعدا میشه 4 ساعت، بعد از 4 ساعت عادت کنید میشه 6 ساعت، بعد از 6 ساعت آب رو قطع میکنه و بعد از اون هم همون حکایت داستان است که نمیخوام تعریفش کنم. ما خود ناخواه میشیم برده سکس جمهوری اسلامی. نوکرتونم، آماده باشید که اون چیزی که بهتون یاد گرفتم و یاد دادم توی کف خیابون جامعه عمل بپوشه. جان سهراب حواستون باشه، حاشیه نبرنتون. باز من رفتم دیشب پریشب در یه لایو دیدم، لایو آقا یک جوری هم یارو نشسته بود، گفتم خدایا این حتما راستم از دنبال زال میگرده. داشت در مورد فلان کس که من نه 30 جلد کلوم الله من نمیشناسدش، یه شخصیتی داشت اونو میگوبید. حواستون باشه، ما انقلاب میخواییم بکنیم، یه فرد رو نمیخواییم جا به جا کنیم. مشکل ما اگر با یک فرد بود، با مسیح علی نژاد بود، حلش میکردیم. مشکل ما با جمهوریت اسلامی با تمام تیر و طایفشه. خواهش میکنم حاشیه نرید. پادشاه ما رو دیدید چقدر قشنگ برای شماها اثبات میکنه کلام و حقایق رو. بابا باورمند باشید تا ایمان داشته باشید، عاشق نباشید، باورمند باشید. خواهش میکنم هر کسی نوشت این، نرید برید بگید اون. اصل قضیه رو بچسبید. یه دوستی امشب اومد بالا گفت آقا اون 2 ساعت کولاک کنید، باش موافقم. در پایان هستیم عزیزم، شما هم صحبت رو بکن، بریم به عزیزان دیگه اگر میخوام بیان بالا بیان. خواهش میکنم، عرض خواهش ندارم، فقط خواهش کنم سهراب جان، فقط عرضم اینه که امروز این آقای پوزیده دیگه